همکارم اشکان صفایی از شمال اسرائیل و شکریا برادوس پژوهشگر امنیت بین‌الملل و سیاست خارجی از واشنگتن با ما هستند و هر دوی شما خوش آمد میگم. اشکان، تازه ترین ها رو از تو بشنویم. در غزه و شمال اسرائیل، جایی که الان تو هستی، چه میگذرد؟ خب من میخوام تازه ترین ها رو از صحبت هایی که نتانیاهو همین چند دقیقه پیش، تقریبا نیم ساعت پیش داشت، شروع کنم. نخست وزیر اسرائیل، این اولین در واقع کنفرانس مطبوعاتی واقعی او بود بعد از آغاز این جنگ، یعنی بعد از 3 هفته. او به نوعی به ایران هم اشاره کرد، گفت که بدون جمهوری اسلامی حماسی هم در کار نخواهد بود، و بار دیگر هم او هم بنی گنس و هم وزیر دفاع تاکید کردند بر اون اهدافی که ارتش اسرائیل برای خودش مشخص کرده، و بنی گنس گفت که در واقع حمایت آمریکا خیلی مهم هست برای اسرائیل، اما او گفت که اسرائیل کشور مستقلی هست و خودش تصمیم میگیره که در واقع عملیاتش رو چطور پیش ببره. اما در نوار غزه، خب از شب گذشته نیروی زمینی اسرائیل به شکل محدود البته وارد نوار غزه شده و همچنان هم در اونجا حضور داره. از اونجایی که همونطوری که در گزارش هم شنیدیم، اینترنت و در واقع به طور کلی سیستم‌های ارتباطی در نوار غزه در از بر اثر حملات اسرائیل تقریبا قطع شده، گزارش‌های کمتری بیرون میاد که ما بدونیم که در اونجا چه خبر هست. اما سخنگوی ارتش اسرائیل امروز گفت که در واقع زمین در نوار غزه به لرزه در اومده و به شب گذشته، و ارتش اسرائیل هم به اهدافی روی زمین و هم زیر زمین که منظورش تونل‌های حماس و جهاد اسلامی بود حمله کرده. اما من از صبح در نزدیکی مرز لبنان بودم، امروز در اونجا هم امروز آرام نبود. حزب الله لبنان چندین بار موشک‌های ضد تانک و همچنین راکت به سوی اسرائیل شلیک کرد. اسرائیل هم در واکنش مواضع حزب الله رو با توپخانه عمدتاً هدف قرار داد، و گفته میشه که در واقع سازمان ملل گفته که یکی از این خمپاره‌ها هم به یکی از ساختمان‌های یونیفیل، صلح‌بانان سازمان ملل در لبنان برخورد کرده که البته تلفاتی نداشته. ممنونم از تو اشکان. خانم برادوست، همطور که اشکان هم اشاره کرد، نتانیاهو سخنرانی کرده دقایق پیش و گفته که جنگ با حماس وارد مرحله دوم شده و تاکید کرده که هدف از این حمله آزادی گروگان‌ها و نابودی کامل حماس هست. چقدر فکر میکنید این عملیات زمینی ارتش اسرائیل بتونه برای اسرائیل موفقیت‌آمیز باشه با توجه به فشارهای بین‌المللی که وجود داره روی اون؟ خب چیزی که از حرفای نتانیاهو هست، دیروز تمام مطبوعات و تمام جهان منتظر این بود که بدونیم این عملیات زمینی ارتش اسرائیل در چه مرحله تا چه مرحله جلو میره، به خاطر قطع اینترنت، به خاطر اینکه میدونیم بر حسب خب موضوعات سربازی و نظامی تماما دنیا تقریبا در تاریکی بود از نظر اطلاعات نظامی اسرائیل. چیزی که امروز شنیدیم اینه که نتانیاهو اعلام کرد که جنگ وارد یک مرحله جدیدی شده. این مرحله جدید یا جدید جنگ، یعنی این که به نظر من چیزی که با ورود ارتش اسرائیل به غزه، به شمال غزه، یعنی که ما جنگ زمینی رو شروع کردیم، یعنی چیزی که تمام چه صداهای مخالف شروع جنگ و چه صداهایی که برای یک آتش بس در جامعه جهانی از اسرائیل خواستن که این جنگ و زمین رو شروع نکنه، اینجا به شکست برخورده و جنگ رو شروع کردن نیروهای نظامی اسرائیل. ولی این جنگی که نتانیاهو وقتی میگه جنگ طولانی و سخت خواهد بود، یعنی ما شاهد این خواهیم بود که این نیروهای نظامی به ندرت یا به سرعت خیلی کمی وارد این شمال غزه خواهند شد، و ادامه دادن این وارد غزه شدن با کیلومتر، 1 کیلومتر، 2 کیلومتر، چیزی که الان هم داریم میبینیم، خب پیشروی میکنن، دوباره برمیگردن، دوباره پیشروی میکنن. از همون کماندوهایی که نتانیاهو از روز اول جنگ گفته که من تمام اسرائیل و خود نتانیاهو به این کماندوها وابسته است که بهش میگن راسوهای اسرائیل،
اسرائیلی که اینا باید برن مناطق همین کریدورها یا تونل‌ها رو شناسایی کنن و بعد از شناسایی تونل‌ها و منحل کردن یا حمله به این تونل‌ها که میتونه تانک‌ها و مابقی ارتش اسرائیل وارد نوار غزه بشه، برای اینکه کشتار نیروهای نظامی خود اسرائیل هم مسئولیت دیگریه که نتانیاهو باید به دوش بگیره. برای همین هم حضرت میگه طولانی، به نظر من اینجا یک جنگ طولانی خواهیم داشت، ولی همونطور که در سوالتون هم بود، الان جامعه جهانی حتی خود اروپا که در روزهای اول بعد از 7 اکتبر کاملا حامی اسرائیل بودن، الان اونا هم تقریبا دو قطبی شدن، یعنی اتفاق نظری بین نیروهای اروپایی هم وجود نداره. برای همین هم از برای نتانیاهو ادامه چنین جنگی آسان نخواهد بود. تنها نیروی با 14 کشوری که علیه همون ریزولوشن سازمان ملل ایستادن آمریکا، از نیروهای حامی اسرائیل هست، ولی موضوع گروگان ها، موضوع مردم غیر نظامی غزه، این موضوعاتی هستن که هم حمایت جهانی رو داره و هم باعث میشه که این ادامه این جنگ آسان نخواهد بود. ولی چیزی که امروز نتانیاهو به جهان گفت اینه که با وجود تمام مخالفت های جهانی، این جنگ شروع شده و ادامه خواهد داشت و سخت هم خواهد بود و طولانی. بله، تاکید کرد که جنگ مستقلی هم خواهد بود. ممنونم از شما، شکریه برادوس، پژوهشگر بین‌الملل، همینجا از واشنگتن.